مخاطبی عزیز رسانه پشت ما فیلم استاد گی داره درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین به همراه تیمم هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم و که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید بالاخره نهادهای امنیتی ایران خصوصا سپاه و اطلاعات سپاه در خصوص بازداشت امیر حسین روی همون تتلو واکنش نشون در طول دو سه هفته گذشته هم اقا ما عشقمون کشیده تو یوتیوب پشت پرده فقط داریم به موضوع تتلو میپردازیم قابل توجه اونایی که میگن چرا تتلو تتلو میکنی اتفاقا شماها همونهایی هستید که باعث پیشرفت نکردن اون سیستمید به خاطر اینکه خودتون فکر میکنید همه چیز درسته اما فکر میکنید همه درسته اما قبل از اینکه من در خصوص این واکنش صحبت بکنم آقای ماجر چای دبش چی شد یعنی من در همه ویدیوها قفلی خواهم زد در خصوص ماجر چای دبش چون یه عده میگن آقا گفتی چای دبش و... یعنی اختلاس اختلاس واجبه با کلاسیه دزدی چای دبش نشون میده که پول تو مملکت هست برای من و شما نیست پول تو مملکت هست ولی به مردم نمیدن اختلاس چای دبش یا دزدی چای دبش 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 نشون داد که دزدی های بزرگتری وجود داره اما تا الان صداشون بالا نیومده اختلاس چای دبش نشون داد در کردنش اثبات کرد که میخواستن تو اون سیستم یه در رو حذف بکنن اومدن این اختلاسه رو نشون دادن که یه در رو بازداشت بکنن و بگیرن البته در طول این چند هفته گذشته سوسکی و نرمز بغل یکی دوتا بازداشتی انجام شده که آزادشون کردن اختلاس تقریبا سه چار میلیارد دلاری چایده یه نفر بازداشتی داشت من اینجا اختلاس 17 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران که اصلا بازداشتی نداشته که گردن نگرفته یه دزدی ریز نرم از بغلی بوده دزدیدن رفتن رقص تو بازار رشت باعث شده دوازده نفر رو بگیرن، هشتا تا مغازه رو پلوم بکنن و یک جریمه نقدی 700 میلیون تومنی هم رقم زدن. یعنی ببینید چه مملکتداری و عادلانه ای. یعنی مملکتداری از این بهتر نمیشه بعد میام میگن که چرا امثال تتلو میام؟ بابا شما با این مملکتداریتون باعث شده که این تشالو آلا گرفتید. بردید باش لابی کردید هر کاری کردید تطریتی های بعدی رو میخواد چیکار بکنید تطلوی نسلی رو پرورش داده رو دستشون رو جای مختلف بدنشون تتو انجا عکس تطلو رو گذاشتن اون آدم رو خدا میدونن جلوش سجده میکنن حالا شما هزار تو زورت واکنش نشون بدید ولی نتیجه چی شده ببینید انقدر تو اون مملکت دزدی کردن به اسم اختلاس و باهاشون کاری نداشتن یعنی مردم رو سر کردن نسبت به اختلاس طرفی حالا خب هر موقع اون اختلاس مرتیکه رو تو کانادا گرفتید اووردید بعد بیدن حالا این هم اختلاس کرده بین بقیه شما هست دیگه می دوله دیگه امه من شما که نمیتونه اختلاس بکنه اونایی که اون بالا اصلا میتونن اختلاس بکنن دیگه نهایت هم یه چهار سوا میاد تو رسانتون صحبت میکنید و ولش اما من قفری زدم مثل پیام بازرگانی بهش میپردازم اتفاقا تو سوژه هایی که پرویو اتفاقا تو سوژه هایی که بیشتری مخاطبه داره زار تو زور مثل پیام بازرگانی این چای دبشو میارم بفهمن که ما آره شاید اگر تیتر چای دبشو میزدم اونقدر دیده نمیشد اما به حال باید طرفدارانی که اخبار تتری دنبال میکنن بدونن که مدیران و مسئولان و اون مملکت چه کلاهی و سر ما مردم میذارن چه دزدیهایی رو دارن انجام میدن یعنی اگر کل مزاره کشاورزی جهان رو با هم یک جا می خریدن و توش چای پرورش میدادن انقدر پول در نمی آمد داخلش که این چای دبش اختلاس کرده خب این کار یه نفر نیست کا یک سیستم سیستم این اختلاص انجام داده دزدی انجام داده حالا نمیخواد یه عده باشن شیتیله یه عده رو ندادن شیرینی یه عده رو ندادن خودشون خودشون لو دادن به در و دیوار هم کوپیدن تتلو ساسی نمیدونم پیر مرد بخچی ایکس و ایزد اوردن که این ماجرا فراموش بشه اما نتونست اتفاقا من این قضیه رو صحبت خواهم کرد مثلا ببینید امام جمعه رشت گفته که بزرگ هم قشن ببینید وقتی پای خودتون تو اختلاس گیر باشه همینه دیگه چرا در مورد فساد چای دبش در جو... نماز جمعه سخن نمیگی امام جمعه رشت هم گفته که وقت نیست در مورد همه چیز هم که نباید صحبت کرد اصلا این صحبت چیه حالا ما درست دو سی میلیارد دلاریم و سد دل و دوستی کردیم رسیده به آقا زاده و فازل زاده آی... های نمیدونم چی چیز زادمون مثلا واجب بد بگم رای را صحبت تره نکنید دیگه چیز مهمی نیست در دلو مهمه شد مهمه پیرمرد مرد که تو رشت بخ زده او او کرده اون مهمه این صحبت ها رو با ما نکنید دا بعد نگاه کنید روزنامه اول مملکت گفته تبلیغات مبتزل استاسی به کمپین شادی پیرمرد مرد رشتی باخت ضربه فنی به علاوه اینجا بخوان ضربه کمپین صادق بوقی فراگیر شد بعد میفرمایید که چای دبش کجاست کل این تیترو صفحه گنده بزرگترین روزنامه اون مملکت یکی از پر مخاطب ترین روزنامه های اون مملکت اصطلاحا یکی از بزرگترین رسانه های اون مملکت اختصاص پیدا کرده به یک گوزوی که اون پایین کاراکترش رو گذاشتن و صادق بوقی که اون بالاه چای دبش داره نداریم اصلا چای دبش چیه؟ بله به این موضوعات هم باید صحبت بشه این موضوعات هم به ارحال ربط به فرهنگ اون جامعه داره ربط به اتفاقات اون جامعه داره ولی بله چرا یه مقام مسئول آقا من رضای خدا تو اون مملکت کرده یه نفر نیمده در خصوص چای دبش از مردم اصخایی بکنه حالا ببینید چقدر مادر یارو رو از ازش میشونم سر ماجرای تطلو اما سپاه اطلاعات سپاه میدونید که تسنیم مال سپاه بالاخره خبرگزاری تسنیم یه واکنش ریزی در خصوص تطلو نشون داد و گفته که برنگ، کاریکاتور به شیطان کلبه وحشت تطلو به حال بازوی رسانه ای سپاه خبرگزاری تصنیمه یعنی هر چیزی رو که اونها بخوان انجام بدن خبرگزاری تسلیم اصطلاحا رسانش میکنه و حالا صدا هم گاهن این کار رو انجام میده اما نکته که وجود داره اینه که این کاریکاتور میخواد نشونه هایی رو به مردم بده متن این کاریکاتور همین نوشته شده کلبه وحشت تطلو یکی از مهمترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال در محل زندگیشه حالا اینو داشته باشید آقا این چای دبش فراموش نشه چون میدونم یه تیکار می‌خواد رو میخواد جدا کنید توی پیجتون رو منتشر بکنین چای دبش هم خواهشاً فراموش نشه یه مقام مسئول از خدا بیاد یک معذرت خواهی بکنه یه چهار نفر استفا بدن مادر مادری دم بچونید به عزاشون. حالا بریم ادامش در استانبول بوده محل زندگیش تو استانبول بوده. شکایت خصوصی این خواننده غیر مجاز شکات خصوصی این خواننده غیر مجاز شکایت‌های های متعددی رو در دستگاه اعضایی الیه وی ثبت کرده بودن این شرووری بیش نیست مثلا دختر رفته خونه تطلو بهش داده به امان نیوفیس بد بدین و شکایت بکنه به نظر من این بازی با شعور مردم مهمترین شکات این فرد نوجوانان زیر 18 سال و خانواده هاشونه اولا نوجوانان زیر 18 سال تا جایی که من یادمه سوادم میکشه تو ایران بودم بدون رضایت پدرشون خصوصا خانم ها نمیتونن از کشور خارج بشن بعد از اونم بدون اجازه همسرشون نمیتونن از کشور خارج بشن پس شماها رضایت دادید که این آدم ها به عنوان نیو رفتن خونه تتلو پس شماها یکی یقه خودتون رو بگیره که در تربیت فرزندان خودتون کوتاهی کردید که الگوشون شده تتلو در تربیت فرزندان خودتون کوتاهی کردید که آرزوشون دیدن امثال تطلو شده این همه ما استوره داریم این همه آدم خوب داریم شما پس توی خانوادتون یه بستری رو درست رشد ندادید و تربیت نکردید که به خانه افراد برن اونجا بزرگ بشن همه چیز هم برمیگرده به خانواده همه چیز برمیگرده به خانواده بعد یه دونه کاریکاتور هم گذاشتن که کاریکاتور این شده نشته به رنگ شیطان کلبه وحشت تتلو یکی از مهمترین اقدامات تتلو در گسترش فساد و فحشا فراخان برای حضور نوجوانان زیر 18 سال در محل زندگیش تو استانبول بود اما مطر نوشته که گفته که شیطان اومده این آدم رنگ کرده و این صحبت اما این اقدام خبرگزاری تسلیم که این گوشه هم لوگوشو میبینید لامصب عجیب و غریبه وقتی یه سرچی کلمه تتالو رو در خبرگزاری تصمیم میزنی جالبه سال 1402 اینو زده بعدش اومده تایید کرده که تتالو اومده ایران اه... خواننده پرهاشیه به دنبال اقامت امریکا ببینید یه تیتر خبر دیگه زده که خواننده پرهاشیه که اقدام به تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه کرد از پلیس دستگیر شده گفته که به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر دستگیری امیر مقصود به یا با شکایت کنسولگری ایران در ترکیه خبرنگار تسنیم مطلع شده که روی روز گذشته به دلیل تشنجی که در کنسولگری ایران در ترکیه ایجاد کرده از سوی پلیس به بازداشتگاه منتقل شده اصلا بازداشتگاه نبوده مقصود رو به تازگی پاسپورت جدید دریافت کرده خب تا، پاسپورت کی بهش داده خودتون بهش این چای دبش خواهشان فراموش نشه و اینجا هم جالبه بدونید صادق بوغی و خودشون دستگیر میکنن بسید من موضوع تطلیم میخوام به چای دبشو پرزید صادق بوغی خودشون دستگیر میکنن خودشون صفحش رو از دسترس خارج میکنن خودشون رسانه ایش میکنن خودشون پروموتش میکنن خودشون صفحش رو به دوباره بهش برمیگردونن خودشون خبرش رو تیتر اول روزنامه ها میکنن و میگن صادق بوقی کل ساسی و زد میارن پایین میبرم بالا بازی رسانه میکنن این ور و اون ور این ور و اون ور که مردم ذهنشون از چیزایی که باید آگاه بشه آگاه نشه چرا یه نفر رو تو چای دبش دستگیر نکردید ده نفر رو دستگیر نکردید رسانه ای نکردید پیجاشون رو نبستید نیومدید توی تلویزیون ازشون اعتراف بگیرید و بعدش بیاید این واکنش نشون بدید واسه موضوع چای دبش خار داره اما واسه موضوع خواننده و چیزای دیگه خار نداره بگذاریم گفته که اما با پاسپورت پان شده و قدیمی خودش به فرودگاه رفته و خواستار بازگشت به کشور بوده این موضوع نشون میده که او برای بازگشت به ایران بلکه برای حاشیه سازی و جذب بیشتر دنبال کننده به تبع اون تبلیغات بیشتر دست به کار از سوی دیگه شنیدای حکایتی از این داره که مقصود پاسپورت خودش رو برای سفر به امریکا و اقامت در این کشور به کنسولگری امریکا در استانبول تحویل داده یعنی بین خبرگزاری با این عریض و طویلی به رفرنس های توپی میزنه باریک الله یعنی این رفرنس رو خوتن سبزی پروش از توابه هامبورگ و امو و عباس تشتک و اینا ندارن اینا فقط امیرهای دیویز داره چیز میتونن وی در حال حاضر در بازداشت به سبیه اما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی احتمالا به زودی آزاد خواهد شد مقصود لوته روزهای اخیر به دلیل اقداماتی همچون خشونت علیه دختران در فضای مجازی هاشیش ساز شده که این نیز بخشی از برنامه های او برای جذب بیشتر دنبال کنند طرف اومده آقا تطلی رو من شاشیده به زور من تتو زده کتک زده منو هزار تو بلا سر من آورده بعد میگه برنامه بیشتر برای جذب مخاطب شماها که لوات براتون عادیه لواتی که واسه بقیه قفل بس شما عادیه اینا برای شما مثلا فیلم های خاطرات بیست سال پیشتونه این حرکات احتمالاً با زن و خواهرای خودتون حالا کاری نداریم وقتی به روند تیتزنی تتلو در تیتزنی خبرگزاری تسنیم برای تتلو نگاه میگندازیم اه... توبه تتلو و روسیای مدعیان مسلمانی ببینید وقتی هر چیزی به نفع خودشون باشه چه تیترای مست... بطی میزنن دیدار تتلو با حجت الاسلام رئیسی تصویر و فیلم تتلو رای بنده جناب و آقای رئیسیه فقط این چه خبرای پوشش میدن خبرگزاری تصمیم خبری که نزدیک به اسلطه گفته که تتلو از کرده و پروندهشم هم حالا تو دست بررسیه امیر تتلو خود رو به برنامه 90 دعوت کرد حضور تتلو تو دادگاه یک موزیک ویدیو جدید از تتلو این بار برای شهدا قدم بعدی تتلو هدیه کوچکی به آرمیتا رضای نجات داستان عرشه ناب دوامند در رپ استهی تتلو عرشه جمهوری اسلامی جای تتلوس است و عرشه جمهوری اسلامی برای همه است یک روز حاجمهتی سماواتی یک روز امیر تتلو بعد خلاصه ببین یعنی هر تیتری که ما میبینیم بر اساس اون چیزی که ببین تیتراشون پای عدالت که نیست که پای سیاست اون سیستم و مملکت یک ویدیو جدید ابهام در باورهای تتلو تغییر در باورهای تتلو ما یه تغییری کرده که آغاز آشیه شد و این صحبت ولی میخوام به شما بگم که به دنبال اقامت امریکا اینجا هم میلاد نشون داده حالا عده میگن که خب قطعا حکمی که برای تطلو باریدن برای آقا این چای دبش رو اول بگیم چه خبر این چای دبش برسه به ماجرای میلاد آتمی اصلا میخوام می این گوشه بایش تا... چای دبش همیشه راجع به هر موضوعی صحبت میکنم اصلا این ربطی هم نداشته باشه این لوگو برنامه جدید پشت پرده شده چای دبش همین داشته باشید فعلا گوشه باشه گفتم قبلا میلاد آتمی چون دیگران رو تشویق به فساد کرده و عملیاتی این کار رو انجام داده و فراخوان داده و چالش برگزار کرده یه مقداری شرایطش با اسکل خزایی فرق میکنه و حال اون رو مواد بوده این حالا تطلا هم همینطور بگم با توجه به اینکه روی مواد بوده روی مواد در شرایط عادی نبوده و حال ممکنه اون فوشاش با یکی دو سال زندان اینا سفید بشه و حالا بره کنار حالا لابیگره خاصی خودش هم انجام داده نه همه چیز نزدیک انتخابات مشخص خواهد شد اون چیزی که واسه ما مردم مشخص نیست این هستش که چرا افرادی رو در خصوص چایدب دستگیر نمیکنن یه خبر دیگه این هستش که به حال کسانی که خونه تطلو رو برایش خریده بودن نخریدودن. بودن بهش برایش اجاره کرده بودن الان در حال حاضر در حال تخلیه خونه تطلو هستن وسایل شخصی تطلو رو به ایران برمیگردونن یه سری وسایل هم هستش که مثلا آرمین هاشمی خودش شخصا برای تطلو خریده بوده مثلا یه دونه از این ایرپادا خریده بود بلنکو چه عوض خریده بوده بهش داده بوده هنوزم اسم این پولو خریده بوده براش حالا استفاده نکرده دیگه تتلان رفته ایران خب حقش رو برداره ببره بعد اینا دارن میگن که آره نمیدونم به شد در این بسته نمیشه بولن در بسته نمیده که هم مشکل داره نمیدونم تتلو حالا که رفته ایران پول ما رو هم نداده پول برنامه های کنسرتاش هم گرفته خب معلومه دیگه خونه رو باید پس بدن اون پولی هم که به عنوان پیش پرداخت برای کنسرتش داده بوده باید بیان و برگردونن به اون آدمایی که به عنوان پیش پرداختشون گرفتن من شنیده بودم که یه کلا برداری 450000 دلاری صورت گرفته دیگه چون تتلو 450000 هزار دلار دستمز گرفته و در کنسرتش نداده بود حالا اینا زیاد مهم نیست مهم این چای دبشه یه چهار تا پنج تا مسئول بیان برن اونجا استفاده بدن ما شاید یه جوری چسبیدن به این میزای مدیریتشون ایش گردن نمیگیره اینو میگه مگه قبلی ها کردن کسی استفاده داد که ما حالا استعفا بدیم مگه قبلی ها کسی گردن گرفت که ما گردن بگیریم یه نون کلاورداری یا یه نون بوده دورا هم خوردیم دیگه حالا کسی هم قرار نیست ناراحت بشه دیگه بازم میگم حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید لایک هم بکنید با من ویدیو رو میبینم دویست هزار تا ویو میخوره هزار تا لایک بابا این صفحه کنم بزنید لایکو و <applause> اگر دوست داشتید برای ما کامنت بذارید من همه کامنت ها رو میخونم و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی مخلصی